Eu der بیا هم خراب لاس کدرمنو لیدونکو او د رادیو اوریدونکو بلې برخې ته هم داخل شوی یو او خدای دې وکړي چې بد خبر پکې نه وي، ولس په مینه وي، د ولسونو منځ کې څه داسې یو څه نفرتونه نه وي او نه اورو، ځکه چې مخکې مېلمه چې راسره و د میدان وردګو هغلته دغه قومونه غواړي چې مغلته ولایت د وردګ په تذکیره کې یا پیژندن پاڼه کې ونه لیکل شي. صرف وردګو ته ځانګړی نه ده، هغه ولایت هلته ډېر قومونه دي او میدان وردګ دي ولیکل شي، بالکل دي دوی سره جوړ شي چې څنګه جوړیږي، هیڅ نفرت دي نه کوي، مینه دي کوي او دا خبرې په خبرو باندې خلاصیږي. خو بلې برخې ته داخل شوي یو چې د نیو سټوډیو ته زموږ ګران همکار فضل رحمان سیرت راغلی، ورځپاڼو مطبوعاتو ته کتنه ده او خدای دې وکړي چې بد خبر پکې نه وي او ښه د وطن د سوکالۍ خبرونه او د مینې د محبت د سولې خبرونه پکې وي. فضل رحمان سیرت صاحب، ستړي مه شئ، سهار مو په خیر او خدای دې وکړي چې یو ګلورین سهار مو پیل کړی وي. ډېره مننه مسافر صاحب، سلام تاته، سارجانې ته او د ژوندون راډیو تلویزیون د نوو قدرمنلیدونکو ته هیله ده تاسې هم تاسو په خپرونه کې ستړي سوي نه یاست او نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. ورځپاڼه کې تازه مسایل شته ده د کانګرس په واورو. په اسلام ورځپاڼه کې خبر دی چې طالبانو د خبرو پیلېدو لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي دي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب استازو ترمنځ مذاکرات د نسبي پټه په ولاړ حالت سره مخ دي. سرور دانش پرون جمعه په کابل کې یو نیټه د وینا پر مهال د یاد خان درمنځ کېدو عمل له طالبان یو د ویل چې د دغه ډلې استازي د سولې خبرو پر ځای خپل سیاسي سفرونه مخدي. هغه وویل د دوهې مذاکرات د نسبي پټه په ولاړ حالت سره مخ دي. د طالبانو استازي په خپل سیاسي سفرونه مخدي او حتی د خبرو پیلېدو لپاره یې نوي شرطونه وړاندې کړي چې په هیڅ صورت د سولې بهیر ته په ګټه نه دي. همداراز د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې روان تاوتریخوالی وغنده. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د بمونو د ایښودلو لړۍ هدفي وژنې او د تاوتریخوالي زیاتېدل محکوم کړ چې په تېرو څو ورځو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبې سبب شوي. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي یوسف بن احمد الاسیمین د پنجشنبې په ورځ د یو بیان په خپرولو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه او د ټولو اړخونو څخه یې وغوښتل چې د سولې هڅو ته پاملرنه وکړي او په بین الافغاني خبرو کې د بریالیتوب د ترلاسه کېدو هڅه وکړي. په اسلام ورځپاڼه کې بل خبر د کابل او واشنگتن ترمنځ پر نوي پلان کار کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوي ګډ پلان خبره کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن د ادارې د دې پریکړې هکړه وکړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوي هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړه. محمود حنیف ادمر په کابل کې د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډېرو جزیاتو له ورکولو پرته وویل، ډېر ژر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په پروسې او جدي مذاکرې کې وړاندې ګام اخلو. دا پروسه له تېرې شپې راهیسې پیل شوې ده او په شدت په مخ ته ولاړه شي. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګانې شاملې دي. همداراز په ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور لري. په اسلام ورځپاڼه کې خبرونه همدومره. اوس به راسو د هشت سیب ورځپاڼې ته. عضوی هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان طالبان حاضر نشدند روی مشروعیت دینی جنگ جاری مذاکره کند. رسول طالب عضو هیئت مذاکره کننده دولت و مشاور ارشد رئیس جمهور که از دوحه به کابل برگشته روز پنجشنبه در نشستی گفته است که طالبان حاضر نشدند روی مشروعیت دینی جنگ مذاکره کنند. او تاکید کرد که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان مشروعیت دینی جنگ را طالبان گرفته است. د ترڅنګ بل خبر، سبت نزدیک به 36,000 موټر بی سند بیش از 2 میلیارد افغانۍ به خزانه دولت واضح شده است. وزارت مالیه میگوید که در جریان 4 ماه گذشته حدود 35,000 موټر بی سند را گمرک و محصول کرده است. طبق گفته های مسئولان این وزارت از بابت محصول موټرهای بی سند 2 میلیارد و 107 میلیون افغانۍ به حساب دولت واضح شده است. مسئولان این وزارت میگوید که هنوز هم شمار زیادی از موټرهای بی سند باقی مانده است که باید گمرک و محصول شود. باشی صبح رسپانه که روستای خبر فعالیت شبکه جهانی بی بی سی در چین مسدود شد. با گزارش دوی چواله فارسی، چین مجوز فعالیت شبکه جهانی بی بی سی در این کشور را به خاطر پخش محتوای غیر قانونی
لغو کرد. وزیر خارجه بریتانیا این اقدام را به عنوان محدود کردن غیر قابل قبول آزاد رسانه محکوم کرد. چین مجوز فعالیت و پخش برنامه پرستنده بریتانیایی بی بی سی در این کشور را به اتهام نقض قوانین رسانه‌ای لغو کرد. اداره دولتی ناظر بر فعالیت رادیو تلویزیون چین در چین این خبر را روز گذشته اعلام کرد. این اداره میگوید که گزارش شبکه بی بی سی قانون چین در مورد فعالیت‌های رسانه‌ای و اصل اساسی وفادار به واقعیت و بی‌طرفی را به طور جدی نقض کرده است. قدرمان لگیم کود پا ورستان که تازه مسائل همدوم رو اوز در جوندون سهر ستیدیو دور گرزو پات خبروان از مون همکاران سرو بوری با پاک رک مستارم هیچ هر ایک وقت نه که ورزو بوری دیر زیاده مانه نکم قدرمان لگیم کم دخبل همکار حضر رحمان سیریف نه چه ورستانی تاسته ولستو لیوسم مکسر بخبروانه که میل مدهی موضوع مو دی امنیت ورسته خرابواله و پلازمینه کابل که ورسره په ولایتونو کې تاسو ګورئ چې په دې وروستیو درې میاشتو کې بلیا امنیت خراب شوی دی او ورسره مدني فعالان ژورنالیستان حتی د ښار یو ټکسیوان هم په امن کې نه دی. تاسو ګورئ چې مقناطیسي ماینونه په ډیری موټرونو کې نصب کیږي یا لګول کیږي، هغې نه وروسته اوس ډیری هغه کسبګر یا کارګر چې په ښار کې ټکسي چلوي هغوی هم په امن کې نه دي. د هغوی په موټرو کې هم دغه مقناطیسي ماینونه لګول کیږي. جوخت بیا ورسره سیاسون او مدني فعالان ژورنالیستان دې ته ورته هغه قدرونه په نښه کیږي چې حساب پرې کیدای شي. د کابل امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې سره د دې چې د ولسمشر لومړی مرستیال امن الله صالح د شپږ نیمو بجو امنیتي جلسه نیسي او په هغې کې د حضو د امیرونو سره بحث کیږي، خبرې کیږي د امنیتي پلان په اړه. دې څومره مثبتې اغېزې لرلې دي، مثبتې پایلې لرلې دي؟ آیا دغه امنیتي جلسه چې په شپږ نیمو بجو نیول کیږي په واقعي ډول د کابل امنیت خراب کړی دی که دې ته ورته په هغو پلانونو باندې دلته خبرې کیږي یا کار کیږي یا نظرونه سره تبادله کیږي چې څنګه امنیت ښه سي؟ وروستی امنیتي وضعیت په واقعي ډول د اندېښنې وړ دی. خو لا ډېر بحث به د میلمه سره کوو. موږ سره په خپرونه کې اصرار فرمولي، رئیس سازمان فکر جوان، موږ سره په خپرونه کې میلمه دی. راځو له دوی سره خبرې کوو او له دوی سره خپل بحث ته ادامه ورکوو. تاسو ښه راغلاست وایو، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. سلام خدمت شما و بیننده های تلویزیون شما. تشکر، زنده و سلامت باشین. فرمولي صاحب، میایم وضعیت امنیتي کابل دی روزهای اخیر چگونه است از نظر شما؟ خب وضعیت کابل خیلی ناامید کننده شده در همه مردم افغانستان و امروزه هم ما شاهد ازی هستیم که در کوچه و پس کوچه واقعا ناامنی وجود داره و خوشبختانه که جناب مهندس صاحب اول راهکار و طرح را برگزار کرد، جلسه 6 و نیم را برگزار کرد و مردم ما تا حد ازی طرح خوش هستن و تا حد هم نارضایتی خود را نشان میدن و در ضمن نارضایتیشان بر ازی است که طرح آماده شد، پلان آماده شد، یک فرد هیچ وقت نمیتونه که امنیت کابل را، امنیت پایتخت را تامین بسازه. اینا هم باید مثل کشورهای همسایه، مثل بقیه اینا طرحهای خوبه بسازن که وقتی که کشورهای همسایه ما طرح همه بسازن، مسئولیت را فرد گرفت به قیش بر دیگران میسپاره، انتقالش میده بر دیگر سیستم، بر دیگر کسایی که در رأس هستن. اینا هم باید طرح بسازن به قماندانی امنیه، بر گارنیزون کابل، به افراد اشخاص که دیگر در رأس قرار دارن. باید توکیه را ما بیکار نمانیم. اینا هم امروز آمدن که به خاطر امنیت من و تو زحمت بکشن. ما نمیتونیم که یک فرد بیاید تمام مسئولیت را در دوش بگیره. اینا را به اینا بسپاریم و مثل جلسات ششنیم از اینا یا روزمره یا یک روز بعد یا هفته ها از اینا باید مثل جلسات ششنیم از اینا گزارش بگیریم که واقعا قناعت بخش به مردم افغانستان باشه. نیسته بیا گفت دیگه، میاییم وقتی که امرالله صالح صاحب وضعیت امنیتی کابل را باوده گرفت و گفت که ایره بر ما بسپارین، میشه یک کمی تغییرات بیا. ما روزمره میبینیم که برعکس
ما که یک امید داشتیم از امرالله صالح صاحب که اینا که وقتی امنیت کابل را به عهده گرفتن یک امید به شهروندان کابل پیدا شد که اینا شاید پلانای روی دست داشته باشند یا فکر داشته باشند یا میان که جلسه ششونیم امنیتی را ببینیم ای را برگزار میکنن، شاید در کابل وضعیت امنیتی کمی خوب شوه، ولی برعکس روز به روز وضعیت امنیتی کابل خراب شده میره در ولایت هم. تو چرا اینا در کارشان پس ماندن یا نمیتونن که اینمی چیزی رو که با عهده گرفته او را پیش ببرن؟ بله، خب مردم بعضی ها خیلی رضایت نشان نمیده از کارشان، چون یگانه کار که امروز در افغانستان پیشرفت نکرده امنیت است. چرا ناکام هستن سالیسه؟ به خاطر که امروز اگر جوانان را نقش بدیم در امنیت خود، جوانان را دخیل بسازیم در امنیت خود، برای اینو کار طرح پلان بسازیم ما میتونیم که پیشرفت کنیم. به خاطری که یک جوان که امروز واقعا تحصیل کرده، زحمت کشیده، نبود اقتصادی و با تهدیدهایی که مواجه شده باز هم کوشش کرده، تصمیم از این را گرفته که به خاطر منافع افغانستان، به خاطر مردم خود، به خاطر امنیت خود کار و زحمت بکشه، درست است، اما امروز دخیل در امنیت در سیاست افغانستان نشده. امروز افغانستان شکل گرفته، در بدنه حکومت آیا حد اکثر جوانان وجود داره یا حد اقل وجود داره؟ به نظر من نه حد اقل وجود داره نه حد اکثر وجود داره، یک تعداد محدود هم که امروز در بدنه حکومت فعالیت میکنه، کار میکنه، از طریق واسطه، از طریق پول و زر قدرت که داشته وارد ساخته خود را. اما او فرده که واقعا به مردم خود تصمیم گرفته کار بکنه و زحمت بکشه تا هنوز هم وجود نداره. ما شاهد یک رهبره که امروز در افغانستان هم ملی بیندشه، هم ملی فکر کنه و هم به منافع ملی افغانستان کار کنه و زحمت بکشه نداره. چرا نداره؟ دلیل چی است که هنوز فرصت را بر جوانان مهیا نساخته. همین جوان است که امروز صلح و امنیت را بر افغانستان میاره، همین جوان است که از سنگرهای ما دفاع میکنه، همین جوان است که ما همه ما از نیروی جوانیش باید در حال استفاده کنیم. همیال وقت ازی است که از جوانان استفاده شده، برشان راهکار پیشنهاد شده، طرح پیشنهاد شده و امنیت را کسایی که واقعا قدرت ازی را دارن که میتونن در بارش طرح بسازن، پلان بسازن، از اندشه یک جوان استفاده کنیم. از اندخته یک جوان امروز باید در افغانستان دیر زیاد مانند صحبت شا و کار شا تا بتانیم که امنیت بهتره در کوچه و پس کوچه افغانستان امروز داشته باشه. تا ده هم را تو باید چی دولت تا ده خبرونه چی اندازه لگی بخیلی تاسو چی مثلا وایی چی دولت کمزوره ده و دولت زور نرسیگی، لکه منگا چی امنیت و گورو کابل که امن و گورو منگا تقریبا ولس یا تلس یا دین زیات و مخ کی وس زیات شوی اتل زر پولیس سیر په کابل کې لرو، څوار لزر کوچی لرو، کوچی څوار لزر بیا ولی که یو عسكر چې مونږ په کوڅه کې ودرو څوار لزر عسكر شو درې نورم زیات شو، دی ولی ناکام دی، ولی دغه ورځ په ورځ چې مونږ وایو چې امنیت مو ساتلی د کابل ته د کوم طرفه دا چسپکی راځي، دا خلک دي دلته ټارګیټ کیږي خلک، دا ولی ناکام ولی وجه څه ده؟ کله چې دولت دعوه کوي چې مونږ بالکل امنیت نیولی ده، څوک کابل ته نشي راتللی، نشي راننوتلی، نو بیا ولې دوی دعوه کوي چې مونږ امنیت نیولی ده او امنیت خراب ده؟ هر یو انسان که هغه دوکاندار ده، که هغه کراچیوان ده، که هغه موټروان ده، ټول په فکر کې دي چې ژوند به مې څنګه تیریږي. بله، امروزه مردم ما از دولت کنار رفته، همه ما شاهد هستیم، به خاطر که پلان درست نداره، طرح درست نداره که امنیت را چطور بتونیم تأمین بسازیم، درست است؟ هم ما شاهد از دی هستیم که معنای چسبکی است، دزد از قتل از دزدی خیلی زیاد شده، مردم را ناامید ساخته. زمانی که از خانه برمیگردیم به طرف کار و وظیفه میریم، یک ناامیدی و خود ما یک احساس پیدا میشه با همون یک خدافزی همیشگی که آیا ما دوباره برمیگردیم یا خیر. این ناامیدی بر همه مردم کابل امروز ایجاد شده. دلیلش این است که کسایی که امروز واقعا در رأس کار میکنن، کسایی که زحمت میکشن، ما گفتیم همیشه میگیم سن سال که بلند رفت
حافظه که از بین رفت اینها را بگذارن بر جوانان. اینا کارایشان را بگذاره که یک جوان پیش ببره. یک جوان که واقعا کار کنه بر مردم ما. ما شاید ازی هستیم که جناب مهان صاحب به عمری نوزه صلاحیت که داره صلاحیتشون هنوزم بلندتر بر اینا صلاحیت پیشنهاد کرد. خب زمانی که صلاحیت بیشتر میشه و ای خلاف قانون هم کار میکنن. کل ما شما شاید ازی هستیم. اگر یک تعدادی که خوبتر داشته باشیم واقعا به مردم ما به امنیت ما فکر کنه و یک تعداد محدود است که از این فرصت استفاده میکنه و ناامیدی را به بار میره. ما خواهان کسایی هستیم واقعا کسی که در اصل کار میکنه و بر کسی که مسئولیت میده مسئولیت پذیر باشه. از اینا باید همو مسئولیت را که ما برشان پیشنهاد کردیم دوباره قناعت مردم را بده. قناعت خود ما را بتک. ما چی مسئولیت دادیم و در اون قابلش چی کار انجام دادیم. نمیشه از مسئولیت بیشتر اینا کار کنن و خلاف قانون کار عمل را پیش بارن. یه جزیت همانا نفرمولی سه بیاو خبری فزر از ما. از ما کور ریر لرده. ز تقریبا دکارغی سخر از ما. پا پینزو بجو حرکت که اوما. پینزو بجو یعنی از آن صبح دمده سحر از آن نمیشه وی. زا چه کلا دیگه زین از ما بیا پا شهر نو بانده بیا پا خار بانده ام دستی رزو دفتر تا چرا رسی گو. زا پا خار کیا اسکرم نمینم. زا پا خار کیا چه پینتم نمینم. چه حتی از ما که موتور تلاشی کی یا دی تبار تا نور موتور چی دی بر بری دی که مسافر بری دی که شخصی دی چه دا تلاشی کی. آیا دی شپگنیم و بجو جلسه کم دا پلان نیبل سویده چه پا هیس خار که دوم را دوی باور لری چه حتی یا اسکر نسته چه موتور تلاشی کی. دا خما خادل ته مقناطیسی من راځي دلته بغل راځي دلته بغلا کیږي دلته بنفر وجل کیږي کله چې په خار کې واسکر نه لیدل کیږي نو د اخر امنیت به څنګه وي. خب ناکامی ما در همین جا است که دشمنان که وقت که پلان در همه کنند خدا خو سالی سه خوله دیتا لاره آوالی درست است. اینا زمانش محدود ساختن و از فرصت میخواین استفاده کنند. من قبل آنم یادآور شدم که باید جوانان را داخل بسازیم در بخش امنیتی و اینا باید شب و روز زحمت بکشن. یک دفعه دیگه چرا جوان را داخل نمی سازیم؟ چرا نمی سازن؟ خود تا چرا حال جوان استفاده نمی تا حال داخل نساختن. ما هم میگم که در افغانستان خیلی جوان ها وجود دارن. تحصیل بالا داره، درس درست داره، طرح درست داره، پلان درست داره، اندیشه خوب داره، تحصیلات عالی داره، اما تا هنوز هم راه پیدا نکرده. دلیل در کجا هست؟ دلیل هنوز هم در کرسی کسی که در رأس قرار داره در اونجا هست. هم ما مردم افغان هستیم، هم ما افغان هستیم، پشتون باشیم، تاجک باشیم، هزاره باشیم، باید یک دیگر خود را بپذیریم. این قلب بر همه ما و شما هست امروز. اگر یک دیگر خود را پذیرفتیم واقعا اون دشمنایی که امروز پلان سر افغانستان داره، سر ناامنی داره، اصلا هیچ وقت کامل نمیشه. خواهان ما از کسایی که در اصل در قدرت است امروز بی یک بار بر جوانان وقت بدیم، به بار امتحانی یک جوان را امتحان کنیم، یک کار یک طرح برشان بدیم. واقعا اگر جوان امروز در افغانستان کار نکرد، طرح نداشت، پلان نداشت و امنیت را نورد، باز همگی میتونه که دوباره کنار بگذاریشن. ما واقعا از جوانای کمرو در افغانستان هستن، کار میکنن، فعالیت میکنن، ما از اینا همیشه باید مثل یک الگو تقدیر کنیم. تمام قهرمانی به دست یک جوان است امروز. کار که یک جوان میتونه امروز کلان سن نمیتونه. بگذاریم یک بار امتحان کنیم جوانان را، بعد نتیجه خوبه. خب دلتا زمان دیره پولیس چی دی؟ من گورو در زوانان دی، دمده قبلس ندی، دولست نبیا زنگری دی، زکه چه آقا پولیس دی، آقا ترینینگ کرده دی، آقا پا دا سیلار داغلی دی چه آقا تا هر چه معلومی گی. بیا هم دا آقا پا موتر که ملس خونه دا بچ، دا آقا پا موتر که ملازی یو چسبکای بم الوزی، دا دی چوم را دا آقا پیکر خام دا یا دی ولی دوم را پیکر نلی، دی دوم را چوک نلی چه دی موتر چیک شی، یا پا کم وقت که رازی چه دل تا که خودل کی گی. آقا خو پولیس تا خود دمون دا ساتن با وکی، انو دی دا زن ساتن نشکه ولی دا چوم را لوی بیغوری دا دی دا پارت سپکار چی بشی. خب به تفاوتی خیلی زیاد از در افغانستان. اگر من حیث یک شهروند فکر کنیم واقعا که به تفاوتی زیاد است. اگر امروز بالای سرشان کس باشه که کنترلشان کنه، یک قسم حالت بر نمیگرده.
و شاید خوبترین حالت شاید در کابل ما شما باشه. چه خوب است که بر همین پلان که واقعا به توجهی میکنم یک کنترولر داشته باشیم امروز در کابل، کسی باشه که کسایی که مسئولیت دارن، کسایی که در کنترل هستن و مترار چک میکنن از اینا کار بخواهد. من حیث یک همشهری، من حیث یک هموطن بیان از اینا کنترل کنن که واقعا کار میکنن یا هم نمایشی امروز در جای خود استاده هستن. یه بلشه چی تاسو هایی در شخصی دولتی موتر چی دی؟ دی بیا ولی شخصی استفاده ولی تیکی گی کلپ واده کی گورو کلپ روڑی کی گورو شخصی وی یا چرتزی دا ولی کی گی دا دا کم طرف ندی جواز داری چه دی شخصی دا زند پار دولتی موتر یا دولتی هر امکانات چی دی استعمال کی؟ بله شاید ازی هستم که بهترین کارا و نامنیه هایی که در کابل صورت گرفت از طریق میزره ها بود، از طریق امی موترهای بپلید بود، از طریق امی موترها بود و ما هیچ وقت دولت را نقد نمی کنیم، نیروهای امنیتی خود را نقد نمی کنیم، همیشه اینا را به آغوش خود می گیریم به خاطر که هموطن ما هست. اما در مقابل زورمند استادگی تا حال کرده نتانستیم. دلیلش این است که زمانی که موتر یک بیاسناد از زریر ما استاده می کنیم و افرادی که مسئول است، اینا با همون تهدیدات مواجه میشن، با تهدیداتی که حتی مرگ برشان، با تهدیداتی که لطکوب شدن. همه ما شما شاهد بودیم و نمیتونیم که یک جان خود را به خاطر افراد اشخاص دیگر قربانی دیگران بسازیم. پس این خوب است که باید کنترل و کارکرد ما از مدرهای زره و به اسناتی باشه که یک انسان که در رأس قوی باشه و کنترل داشته باشه و قدرت از خود داشته باشه و همیشه به دست خود بگیره. دیر زیاد مانه از ما پذیره که دیر زیاد سوال نپاد شلم سال پس از وقت اجازه نبرکی ما افتال دیر زیاد پختنی بکم هقا پختنی چه زواب نشه پر اروان و خبروان و که بلا مکسر ملمانه بی هاگوی به زواب کی پرمون سب له تاسو ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی. سلامت باشین، زنده باشین. ډیره زیاته مننه قدرمنو هیوادوالو، له تاسو هم نړۍ مننه کوو چې د ژوندون ساعت خبرونه لیدونکي اوریدونکي وي. تر سبانه خبرونه مکته اجازه ترکي خپل کوربه حبیب مسافر ته هم اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم، د خدای په امان.